همون بهتر که رد صلاحیت شد. تو نباید به من میگفتی که ممکنه مامور رو بریزن تو کارخونه. من از کجا باید میدونستم؟ از اونجایی که وقتی ریختن تو، اول از همه رفتن سراغ همون پرونده که تو به من گفتی بزنن تو کشوی میز آقا سیاوش. این هرچی هست سر با این لپتاپش انجام. تا حالا نتونستی سر در بیاری اون تو چیکار میکنه؟ یکی دوباره چشم افتاد به صفحه لپتاپش، ولی انگلیسیه. شهرام میخوام یکی رو پیدا کنی که بتونه لپتاپش رو هک کنه. اسم من داری همه کاراتو انجام میدی. رفیق داره بیت کوین میخره. خب من اگه بخوام یه حسابی که تو گفتی رو هک کنم چی؟ چون ولتی که گفتم همراشه، یه ایمیل هم داره که با اون خرید و فروش میکنه، اونم میخواد. اینا بس میکنه به موبایلش، یه بکاپ کامل از موبایلش میگیره بعد. تو فقط یه قاچاق شکلات مخدر نیستی، اصل داستانم جای دیگه است. همه اون پولایی که کنار گذاشته بودم برای خارج نشین دستور بدن از مملکت خارج بکنیم بلوکه شده. پس رفقای تو فقط دنبال پول نیستن، دنبال درست کردن بحران. یا تصمیم میگیری که بگی کیان، یا اینکه خودت یه تنه جوابگوی همه چی باشی. کار درسته، شاخهای زندان خوب تحویلت میگیرن. بفرما بشین. بالاخره یه جا تونستم به افتخار کنم. سخت نگیر دیگه. به این فکر کن چند تا پدر و پسر مثل من و تو شانس اینا دارن همزمان تو زندون باشن. بذار یه مدت با پدر داشتن حال کنی. من و تو پدر و پسریم. پدر و پسرم باقی میمونیم به شرطی که من رو راست بشم. باهات موافقم. مثلا فقط با رو راستی که آدم میتونی سر از این جور جا در بیاره. تو که میدونی نه من پا پشت دختم. تو که بهتر از هر کسی میدونی که روح منم از این ماجرا خبر نداشت. صد بارم بهت گفتم اگه زودتر پاتو از این کثافت کاری میکشیدی بیرون، الان هیچ کدوممون اینجا نبودیم. الان برعکس تو اصلا من اینجا بودن ناراحت نیستم. اون موقع که بیرون صدا میکردی نصیحتم کنی کهیر میزدم، ولی اینجا اصلا بدم نمیاد، روم هم تاثیر داره. میخوام تمام نصیحت های پدرانت رو آویزه گوشم کنم. به جون خودت قسم خیلی دلم میخواد زندگی اخلاقی داشته باشم، واسه همینم میخوام یه اعترافی بکنم. چه اعترافی؟ ناجیه بود، همون دختر افغانی که یهو شوهرش پیدا شد و زد زیر همه قول و قراراشو. عطای شوهر پولدار ایرانی رو به لقاش بخشید. خب کار من بود خبر زنده شدن شوهر مردش. بهم حق بده، بعد هر جور بود بابام ازش پس میگرفتن. بگو چی کار کردی پسر این نادون؟ نکنه جدی جدی عاشقش شده بودی؟ یادم باشه سیمین اومد برام بهش بگم. مزخرف نگو. دست فردار پدر من، ما خودمون ختم عالمیم. نمیدونم ما مردا وقتی میخوام کمک کنیم چرا میری سراغ دخترای جوون. ای پیرزنا چشونه هان؟ پیرزنا چشونه؟ این همه پیرزنا پیرمرد بدبخت تو این دنیا است. کی باید به اونا کمک کنه؟ چون جوون نیستن سیاوش خان. آره سکوت کن. ساکت باش مثل همیشه. میگم پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه نامش نخوانش پسر. خلاصه من میخواستم باید رو راست باشم، ولی انگار رو راستی به ما نیومده. پس یه چیزی بگم، کامل آدم خوبی شده باشم. راستش اعتراف نصف و نیم عذاب وجدانش بیشتر از اعتراف نکرده است. هم بگو زندانی شهاب سدوده ملاقاتی داری؟ ببینی اگه یه جو وفاداری داشتی الان اسم تو رو هم صدا می‌کردن. من که دارم میگم مامان آبا ببینم، تو هم بشین اینجا تو تنهایی خودت فکر کن به خاطر کی بزنی واسه سیمی خیانت کردی، به کسی که تو رو به یه خبر دروغ فروخت. سلام.
شما که شغلت معلمی خوب میدونی تقریبا فرق داره با دقیقا. آره همین میگم تقریبا، چون تقریبا به لطفتون یه سر دارم آزار سودا. یه جوری حرف میزنی آدم پریشون کنی به نصف سردچ. بفرمایی چی میخواین به غیر از اون چیزایی که میدونم؟ فقط دارم سعی میکنم به عنوان یه آدم پر اشتباه این بار کار درست انجام بدم. همین به شما هم که بخوای نخوای پسر منی همون پیشنهاد میکنم که بعد بدتر نشه خوبتر شه. حرفات هم که کلن خجالت آوره. خجالت آوره؟ برای چی باید خجالت بکشم؟ یه همش سه تنهایی گرفتی به جهنم، دلت واسه یارو تنگ شده بود، برای چی از من مایه میذاری؟ روز که به هر بهونه باش بلند می‌شدی میومدی اینجا، از وقتی هم افتاده این تو به بهونه دیدنشو خبر گرفتن ازش میای دیدن من. بابا ولم کنید، دست از سرم بردارید. اصلا میخوام فکر کنم مادرم هم اینه پدرم ولم کرده. ولم کنید آقا. شما همون روزی که من انداختی اینجا مادری رو در حق من تموم کردی. از این دختر مرجان چیزی یادت نمیاد؟ بابا دمت گرم. من میگم نره، تو میگی بدوش. چیز دیگه بزنم نمیرسه. دنبال یه سرنخم بلکه بشه کاری کرد. از پلیس یاد گرفتم یه هر سرنخ بزاری بی اهمیتی میتونه خیلی مهم باشه. سیمی خانم درگرد من اون شغل شریف معلمی تیم پلیس بازی ها به شما نیومده. بابا چی فکر کردی در مورد من؟ فکر کردی اینقدر آدم وفادار و صادقی هم که به خاطر یه دختر حبس بکشم؟ خب اگه چیزی میدونستم که برام بازپرسه میگفتم. یه بار تو زندگیم خواستم وفادار و صادق باشم سر شهرزاد، چون اونم در حقم مادری کردی نذاشتی. همین این که میگن مادر و بچه هاشونو بهتر از خودشون میشناسن چرت کشک چرت و پرته. من ادعایی ندارم مگه مادر یا معلم بهتری بودم وضعم بهتر بود. تمام، پس موضوعی منو میذاریم کنار، موضوعی تو هم همینطور. الان من برای چی اینجا؟ برای که هیچ چیزایی با هم جور در نمیاد. شما با مرجان دوست بودی مثلا، بعد یهویی ولش میکنی تصمیم میگیری با یه زن دیگه به اسم فرشته ازدواج کنی. اینو خدمتتون عرض کنم که بهش میگن کار زشت، خیانت. چون نگفتی، چون توضیح ندادی، ول کردی رفتی. حالا برای چی فکر میکنی باید پشتتو در بیاری؟ همون دلیلی که شما بعد از خیانت شوهرت بازم پشتش در میای. پیچیدش نکن سیمین. اولا مرجان منو دوست داشت، دوما میدونست ازدواج با فرشته مصلحتیه. من به خاطر چمنونای مهندس مجبور شدم با فرشته ازدواج کنم. مرجان هم خودش از همه چی خبر داشت. یعنی اصلا به فکرت نرسید چطوری فرشته میتونه چمنونای مهندس رو آب کنه؟ هیچ کس هم با خبر نشه. بابا بس آب تکون نخوره. منظورت چیه؟ منظورم روشنه. هر طرف رفتم رده بای مرجان نفرشته. همکارو بارش پیچیده از هم. خوشش میاد یه جور خودشو به رخ بکشه. به نظرم یه چیزیش میشه. چمدونا رو بلند کرده. باباش رای زندون. الانم که کارو بارو پدر محترمشو دستش گرفته. فیلنم که نیست. انگار دود شده رفته هوا. میبینی؟ چرا؟ فعلا که اینطوره. فکری خیلی زرنگی نبودی، نقشه بوده. دخترها دست به یکی کردن، به زبان زیبایی شما پیچوندنتون. چی میگفت سیمین؟ اگه میخواستت میگفت صدات کنن دیگه. تو چه مرگته؟ مرگ من تویی، دست از سر من وردار، ولم کن.
تنگ شده ماشاءالله دلم برش تنگ شده سلام. ببین همون روزی که گفتی دیگه نیام خونه من رفتم پیش وکیل تو و بهش وکالت دادم. در مورد اموالم گفتم که هر جور تو تصمیم بگیری. مطمئن باش الان حسین اینجا نیستن. هر چیزی یه وقتی داره. دیدم الان وقتش نیست. به وکیلم گفتم فعلا دست نگه داره. یکی باید کاراتو بگیری کنه. باید برم بیام. و خودت که میدونی کسی میتونه بیاد ملاقات که از خویشاوندان درجه یک باشه. حالا جدا شدن من و تو هم یکم این بر یکم اون بر دیر نمیشه. ممنون از کارخونه خبر داری؟ کارخونه که تعطیله. بسته است. اونجا رو در صورتی بانک میتونه مصادره کنه که تعدیل شده باشه. اگه کار کنه قانون به بانک اجازه مصادره نمیده. میدونی چشم امید چند تا خانواده به اونجاست. ولی من یه تحقیقایی کردم این بازپرسه انگار راست میگه، حق با اونه. پشت این داستان دختر مهندس هست، مرجان، مرجان نامی. حتی پشت اون چمدونی که دزدیده شده بازم اونه. بس مهندسم از بچهش خورده. شهاب اصلا یک بار نمیشینه سیر تا پیاز این قضیه رو تعریف کنه که ما بدونیم چه غلطی باید بکنیم. ببخش. ببین این مسئله که میخوام بگم میدونم نه جاش اینجاست و نه موقعش اینه. اون ناجی و پسر مریضش برگردن افغانستان. چه میدونم چه فرقی میکنه، برا مهم نیست. شهاب با هم دستی فرصت برادر شوهرش. بچت پای چوبی داره، حواست هست؟ خودت اینجا تو لفتونی بیداری هستن؟ با این وز کارخونه بی کارخونه. حالا اینکه من تو اون خونه درندشت گرفتار چه وضعیم بماند، همچه اتفاق مهمی هم نمیافته، فوقش یک گله یا یک چاقونه سارم میکنن خلاص. ولی برام مهمه چی تو سرت. چطوریه کسایی که اصلا قرار نیست برای تو مهم باشن اینجا هم مهمن؟ یه خانومی توی کشور دیگه برای حتما میشه قمخی ششه. برش کن، حتما یه منطقی برای خودت ساختی، از به خودت مربوطه. ولی خب به منم حق بده یه سوالایی برام مطرح باشه. دیگه از من تو گذشته الان میخوام فکر کنم این رفتارای تحقیرآمیز تو از کجا میاد. تحقیر چیه سیمین؟ من هرگز نخواستم تو رو تحقیر کنم. من این پسر یه کاری کرده که یه زن و یه بچه بیمار ویلون و سرگردون شدن. پسر من و تو مسئولیتش با ماست. مسئولیتش با؟ یعنی چی؟ یعنی معلومات برم دنبال قضیه تو عقل سرت پریده؟ خیالتو راحت کنم آقای ستوده. من خیلی کار دارم که باید انجام بدم. فرصت مطلقاً به اقلام انسان دوستانه شما نمیرسه. دنبال یه داوطلب دیگه باش. اصلاً رو من حساب نکن. من قدم از قدم بر نمیدارم. آقا وقتمو بفرمایید. وقتمو بفرمایید. بابا
بابا برو بغل، بابا برو بغل، داری رد میشیم. ها برو کلا خودت، یا خودت داری میزنی، برو کلا، برو گرفتمت. دادا کجایی؟ کلا بند دنبالت گشتم. چه آمدم پیگیرم نشی. چقدر تو تلخی، بی خیال دادا، تلخی نکن واسه ما. ما غیر از تو این خراب شده کسی رو نداریم که. من بر نگشته. کی؟ کی؟ سیاوش. جز اون کی میتونه این گند بزنه تو اخلاق من، تو اعصاب من؟ من چی کار کرده دوباره؟ چی کار دیگه میخواسته بکنی؟ از خونه و کارخونه پرتم کرده بیرون، اینجا هم شده موه دماغم. میترسم بمیرم آخه، اصلا تو جهنم هم دنبالم کنم. خونه خواهی تو کثیف نکن، مگه من مردم؟ یه کاری میکنم آرزوی جهنم بکنه. اصلا همینجا رو براش میکنیم جهنم؟ دست من نمک نداره. رو دیوار هر کی یادگاری نوشتم دیوار خراب شد تو سرم، اون از سیمی، اونم از این جنگ بخوره تو این زندگی. چی شد؟ پیداش کردی؟ نه، تقریبا همه جا رو گشتم. نمیدونی کجا گذاشتی؟ من یادم میومد از تو میخواستم پیداش کنی. ببین 2% بیشتر باتری ندارم، من باید برم بیرون کلی کار دارم. بله بگو بیاد تو. سلام. سلام. سلام خانم. بله بفرمایید. من زیاد وقتتون نمیگیرم، اگه مجبور نبودم مزاحمتون نمیشدم. نه خواهش میکنم، در خدمتم، بفرمایید. موضوع کارخونه است، میشه اجازه بدید اون کارخونه به کارش ادامه بده؟ خیر، وسط تحقیقاتی، متاسفانه فعلا نمیتونم اجازه بدم. تحقیقات از کی؟ از چی؟ از سیاوش یا کارخونه؟ خب بله، به تحقیقتون ادامه بدین، اصلا چرا باید اون کارخونه بسته باشه؟ شما دقیقا نگران چی هستین؟ چرا نمیذاری به کار اون برسیم؟ نگران چی؟ من نگران همه زندگیم هستم آقا. نگران پسرم و پدرش که تو زندانن، نگران اون کارخونه که برای بار دوم بسته شده، نگران بیکاری اون همه آدم، ورشکستگی، هزار یک جور حرف و حدیث. بگم بازم؟ نه نگین. اینو بگین که شما دقیقا از ما چی میخواین؟ اون کارخونه نمیتونه بسته بمونه، باید باز بشه. ببخشید؟ باید؟ من خستم، تمرکزم ندارم. شما هم لطف کنید رو کلمات حالا مکس نکنید. من نیومدم اینجا بگم چه بکنید چه نکنید، ولی سرنوشت من و خانوادم این وسط در میونه. وضعیت اون همه کارگر که چشمشون به ماست، بیکار شدن تو این اوضاع و احوال. خانم من حرف شما رو میفهمم، اما ظاهرا شما، اما چی؟ میترسید اونجا یه خلافی رخ بده؟ خب باز باشه، دو تا مامور بذارید اونجا مراقب باشن، زیر نظر بگیرن، وایسن وظیفه قانونیشون رو انجام بدن. اگر چیزی پیدا کردن، مدرکی بود، شما دیدید، مطمئن شدید، خب منم بگیرید، دستمند بزنید. خانم شما مثل اینکه خیلی دلت پره، ولی الان کار درست اینه که شما تشریف ببری، بذاری کارمونو بکنیم، به نتیجه رسیدیم خلالتون میکنیم. خیلی خوب. به سلامت. من همش فکر میکردم که سر نماز یادت میفته چی داری که بوم میکنی. نگو تو جر و بحثم این ذهنت مرتب میشه. صبر کن مثل من برسی، نوبات خندیدن من بهت میرسی. البته بی رو هم نمیگفت. چی رو؟ میگم بی رو هم نمیگفت، بذاریم کارخونه رو باز کنم. که چی؟ دوباره همون کارا رو بکنم؟ نه، علیکی که نمیذاریم کارخونه رو باز کنم، حواسمون رو بهشون جمع میکنیم. اگه دیگه به کفششون بود، اون موقع دستشون برام رو میشه.
هنوزم وقتی ذهن درگیر میشه کتاب میخونی؟ خیلی شکستی شدی. زندگی دیگه. خبرتو دارم که رفتی ژانوال جان شدی. تو هم مجاوری هستی که بودی. چه فرقی میکنه وقتی هر دومون اینجا سر در میاریم؟ ده سال پیش بهت گفتم. الانم میگم. ده سال دیگه هم میگم. اینجا خوب بودن یا بد بودن مهم نیست. اینجا خودی بودن یا غیر خودی بودن مهمه. امثال ما هم که نمیتونیم خودی باشیم، بهتره نخودی باشیم. و یعنی تو همون جایی خواهی بود که ده سال پیش بودی. افکارت هم عوض نشده. با همه بی‌معرفتیات دلم برای تنگ شده بود شریک. چشو سر اینجا داره بردی؟ تو که خلاف گوهش رو بدی کنار؟ تو هم که آمارو منو داری، پس چرا میپرسی؟ آمارتو دارم، ولی نه تا اینجاش. فقط میدونستم که بعضی وقتا مشتری من پیر میدادی. به؟ شغل جدیدم را انداختی. برام پرونده سازی کردن. گفتم تو کارخونه پولشویی میکنم. تو پولشویی؟ کی تا این حد دشمن توه؟ والا نمیدونم، شاید یکی از همین کسایی که مشتریشون رو میپرونم مثل تو. حالا نظر پلیس چیه؟ پلیس که نظرش روشنه، من اینجا هم کنار تو، ولی مدرک کافی ندارم، زود آزاد میشم. با وجود اینکه دوست نداشتم اینجا ببینمت، ولی حالا که سرنوشت ما رو اینجا رو در روی هم قرار داده، دوست دارم به یاد قدیما گاهی یه گپی با هم بزنیم. آقای سبوته، جلستون طول کشی؟ کدوم جلسه؟ نه دیگه، خودم دیدم اتون. زاخصه من چوب بزنی؟ شاید بتونی سیمین رو سیاه کنی، شاید بتونی پلیس رو گول بزنی، ولی منو نمیتونی گول بزنی. من خودم یه پای این قضیه هم از همه چی خبر دارم. تو راجب چی حرف میزنی؟ اگه با هم دیگه دستتون تو یه کاسه بود، حداقل یه کاری میکردی. انگشت پای منو قد نکنه. لعنت به سن. نکنه خودت به مهندس گفتی انگشت پای منو قد کنه. تو چی داری میگی؟ مهندس کیه؟ مهندس کیه؟ مهندس پدر مرجانه. مهندس همونیه که ادعا میکنی وسط پاپوش دوخته. مهندس کیه؟ مهندس همونی که الان تو کتاب کنه با جلسه داشتی. نگو نه که با چشای خودم دیدم. خدایا من چقدر بدبختم. تو پدر منی یا دشمن من؟ مهندس تو گردن منو کرد زیر خاکی، هیچی نگفتی. انگشت پامو برید، صدا در نیومد. آخه تو چجور پدری هستی؟ اصلا چجور آدمی هستی؟ بیا مولاته همیشه میگو چی
مثل یه قرار بود به خانواده هم کار نداشته باشه. من شرمندتم سالار. نمیخواستم اینجوری بشه. این حرفا چی آقا سیاوش؟ حق شما به گردن ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. جسادن کاشی قبلش با من هماهنگ میکردین. اینا خیلی نامردن. با این مردی که امروز دعواتون شد همه فکر میکردن بی کسه. ولی ناکس تا یه مشخود نصف زندان بالا خوش در اومدن. از این بعد خیلی مراقب خودتون باشید. زبونم لال، ناغافل. بس میگم. حق با تو. ولی من از کوره در رفتم. یه دفعه اعصابم ریخ به هم. اصلا کارم عاقلانه نبود. ناکس ورنشته اینو دفنش کرده. انگشت پاشو بریده. واقعا زدینشونا. اصلا بهتون نمیاد اینجور کارا. آخه میدونی داداش بعضیا حرف میزنن ولی این کاره نیستن، ولی آقا سیاوش واقعا مرد عمله. یعنی دیدم که میگم. شانس آوردید نفرستادنتون انفرادی. مهندس تو از کجا میشناختی؟ داستانش طولانیه بابا جون. 10-11 سال پیش یه جورایی باهاش شریک بودم. البته اون موقع جاوید بود، مهندس نبود. یکی از کارگرایی که برام کار میکرد از کنسرفا برده بود خونش و خودش و دخترش خورده بودن. خیلی دردناکه که جلوی چشمت نتیجه عملتو ببینی. یه دختر بچه مظلوم و پدرش جلوی چشمت پرپر میشن و هیچ کمکی از تو و هیچ بیمارستانی بر نمیاد. اون لحظه حاضر بودم همه زندگیمو بدم که یه دکتری پیدا بشه، یه معجزه‌ای بکنه و تا آخر عمر عذاب نکشم. هر کاری تونستم کردم، ولی زمان هیچ چیز خوب نمیکنه. فقط بهمون اجازه میده با دردامون زندگی کنیم. کار ما یه زرنگی بود برای بی دست آوردن پول از کنسروایی که تاریخشون تازه تموم شده بود، ولی بلان نبود خراب باشن. قرار نبود کسی صدمه ببینه، قرار نبود کسی بمیره. عمر دست من تو نیست، مرگ حقه. ما کشتیمشون، دو تا آدمو. چرت نگو، مرگ دست خداست. من دیگه نیستم، نه من و نه کارخونم. دو نفر مردن. این که اینقدر این بابا جانی هستی اصلا بد نیست، ولی باید مواظب باش به انفعال نکشنیش و به بیزنس بد نگاه نکنی. اصلا میدونی من فکرهای خیلی بزرگی تو کلم دارم، یه چیزایی که ما رو به جاهای بالا بالا میرسونه در کوتاه مدت با سود خیلی زیاد. اون دو نفرم که مردن عمرشون به دنیا نبوده. اگه از دست کنسروای من و تو نمیمردن، میرفتن تو خیابون زیر ماشین میمردن یا کلنگ از آسمون میافتاد تو سرشون رو میمردن. منم الان میکشمت، چون اگه من نکشمت ممکنی بری تو خیابون یه ماشین بزنه بمیری یا کلنگ از آسمون بیفته رو سر تو به درک واصل شی. دیوونه شدی؟ دیگه دوره بر من و کارخونم و خونوادم پیدات نمیشه.
بعد از ماجرای کنسروا من کشیدم کنار. اونم رفت دنبال کار زندگی خودش. ولی قرارمون این بود که هیچ کدوم نه از گذشته حرفی بزنیم نه به کار هم دیگه کاری داشته باشیم. ولی اون کثافت زد زیر حرفش. الان میفهمم چرا وقتی حرف میزد انگار کارخونه رو خیلی بهتر از من میشناخت. گذشته تا زهرشو نریزه دست از سرت ور نمیداره. چند وقت به شما با آزمایش کردن خیلی زحمت دادی. در عوض چیزای خوبی براتون پیدا کردم. سرگرد یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که هر جا مواد کشف میشه رو آزمایش میکنیم و از روی پروفایل نمونه های کشف شده میتونیم مسیر ترانزیت مواد مخدر رو شناسایی کنیم. دکتر برای من یه سوالی پیش اومده. شما چطوری از روی آزمایش شبکه ترانزیت مواد مخدر رو شناسایی میکنید؟ از روی ترکیب و ساختار مواد میتونید بیاد ببینید. شما یه سری مواد بهم دادید که از مهندس کشف کردید. پروفایل ساختار این مواد و موادی که در یکی از کشورهای همسایه کشف شده یکی بود. بعد از همین ترکیب کشف شده تونستیم نقشه ترانزیت مواد مخدر مهندس رو براتون ترسیم کنیم. خب این که خیلی عالیه. شما با این کاری که کردین ما میتونیم کل شبکه‌شون رو بزنیم. این تازه اولشه. چیزای بهتر هم براتون پیدا کردیم. این دیگه چی چیه؟ دست بزن، مشکلی نداره. یکی یه تیکه پارچه هست. بله، ماده روانگردان جدید MPSه. کاغذ سلولوزیه. یعنی مواده؟ هر کدوم از این سلولا و چارخونهاش برای دو نفر کافیه. همین چارخونه کوچولو ها؟ تو مهمونی و پارتی ها میدن به دختر پسرهای از همه جا بیخبر. یه چارخونهش رو با آب دهن میچسبونن به سیگار و طرف مصرف میکنه. باعث میشه که توهم شدید و استراب داشته باشه. چون تو آزمایشگاه سنتز شده و دوز مشخصی هم نداره ممکنه طرف اووردوز هم کنه. خب اینه که میتونه توی کتابم جا به جا بکنن. کسی هم نمیفهمه. یعنی اصلا شبیه مواد مخدر نیست. نه رنگی داره، نه بویی داره. اگه میخواید این پرونده اتفاق خوب توش بیفته، باید اون رابط خارجی رو پیدا کرد که MPSA رو داره وارد میکنه. چون اونا فقط قاچاقچی نیستن. میخوان نژاد یه ملتی رو نابود کنن. خیلی ممنون دکتر. خط خوبی به ما ده. خواهش میکنم. بله آقا پیمان. بفرمی. بهرامی هستم. سیمین. الو صدا نمیاد؟ شما تشریف نمیارین سر کار؟ کدوم کارخانه؟ اونجا که دیگه جای کار کردن نیست. همه همکاراتون از صبح اومدن سر کار مشغولن، شما هم باید بیان دیگه. من دنبال شهر نیستم. حوصله سوال جوابای پلیسا رو ندارم. اینجا با هماهنگی پلیس باز شده. من دیگه نمیخوام اونجا کار کنم. نه قراردادی دارم نه چیزی. این لقمه اون درآوردن که بینم بدبختیش نمیارزه. با موتور یه شرخ بزننم سرسنگین تر. یعنی شما اصلا دیگه نمیخواییم بیاییم سر کار؟ واضح تر از این بعدی گفتن. ایشالله هر موقع آقا سیاوش آزاد شدن خودم میرم پلو خودشون واسه تصویر سا. خب اگه آقا سیاوش بخوان که ترسیده. کارگرام هم همینطور قشنگ معلومه. من حواسم بهشون بود. یک ولی قصهش فرق میکنه. نمیدونم نمیدونم یه دردی داره که نمیخواد بیاد دیگه. سیمین جان نه، فرقش اینه که اون حتما دستش به دهنش میرسه، مجبور نیست برگرده اینجا برای کار. من نمیدونم دیگه چشه، فقط میدونم این چیزی که میگه نیست. اگه واقعا اینجا چیزی باشه این یه چیزی میدونه، شک نکن. از چی؟ یعنی تو شک کردی اینجا سیاوش کاری کرده؟
ببین سخترش نکن، اگه چیزی داری که من گیشتر نکنه اونو بگو. من شک ندارم کسی که باشیش کاری نکرده، اما این پلیس دستبردار نیست، سخت وایستاده که اینجا یه اتفاقاتی داره میفته، یکی داره یه کاری میکنه. خب به هر حال اگه هر کاری هم داره انجام میشه، این پسره شک نکن یه چیزی میدونه. یعنی چی؟ چی یعنی چی؟ نمیدونم چی میگی تو واقعا. یعنی اینکه این اگه نمیاد به خاطر نیستش دستش به درنش میرسه یا خیلی باز مالیش خوبه، به خاطر اینکه نمیخواد گرفتار سوال بشه. ببین مثل کی؟ مثل من که گرفتار سوالم. بله بله باشه، خدا نگهدار. ببو آقا پیمان تصمیمشون عوض شده، داره تشویشو میاره. پس بی خود دو ساعت گناهشو شستی؟ گناه ها دیگه سنگین تر از اینه که با این حرف شسته بشه. تو نگران نباش، اگه واقعا دوست داری عقلتو کار بندازی، ببین میتونیم یه راهی پیدا بکنیم، یه نشونی از این دختره پیدا کنیم. مرجان یعنی واقعا محو شده، اصلا هیچ کسیش خبری ازش نداره. عزیز من حالا تو اینقدر به اعصابت فشار نیار. چشم، حالا بیا اصلا به این فکر کنیم، یه همچین جایی با این همه آدم رفت آمد فضول چجوریه که هیچ کس نه هیچ چیز مشکوکی دیده نه گفته؟ خب اگه قرار بود کسی چیزی بدونه دیگه اسمش نمیشد خلاف. بعدش هم اگه اینو میدونستن مطمئن باش قبل از اینکه تو بفهمی بازپرسه میفهمید. من اصلا نمیفهمم تو چرا بند کردی با آدمای دم دستت. پس به کی بند کنم؟ ولی کی مونده اصلا؟ به هر طرف به هر کی نگاه میکنی میشه به شک کرد. از اون بدتر اینه که من اصلا به خودم شک دارم، نمیدونم واقعا دارم راست میگم یا ادای یه چیزی رو در میارم. سیمین من میگم تو که این همه کار کردی، یه سرم بیا برو پیش این یارو خلوچله. بابا همون یارو اسمش چی بود؟ شوهر خواهر فرشته؟ داوود. آره ضرر که نداره، برو با اونم حرف بزن. اون مردک که اصلا سر تا پاش ضرره. اصلا کسی فکرشو میکرد روزی که برای شناسایی قاتل فرشته تو شب عروسی رفتیم خونه سیمین و سیاوش، به یه چنین باند بزرگ مواد مخدر پولشویی و اخلالگر بازار ارز برسیم؟ اما فقط برای من یه سوال باقی مونده. همینطور که الان شبکه مهندس رو تو جای مختلف زدین، میشه بر اساس اطلاعاتی که از خیریه دکتر و تشکیلات مهندس به دست اومده کارتون اصلی رو پیدا کرد؟ تقوای تصاویر نشون بده؟ گردش مالی حسابای دکتر رو تو خیریه بررسی کردیم، رسیدیم به این سه نفر. خب این سه نفر کیه؟ یکی از این سه نفر همون کارتل اصلی است. خب از کجا بفهمیم که اصلیه کدومه؟ بر اساس گزارش افسران رابطمون در کشورهای همسایه رسیدیم به این شخص. تقوای شما از کجا مطمئنید که اینه؟ خوب دقت کنید، این قبلا عضو سرویس‌های امنیتی یکی از کشورهای اروپایی بوده. این باید دستگیر بشه. خب اگه لونش توی اروپا باشه که باید با پلیس اینترپل هماهنگ بشه. خب برابر اطلاعاتی که به دست ما رسیده به زودی وارد ایران بشه که با مرجان قرار بذاره. با حذف شدن دکتر و مهندس برای فعال کردن مرجان و احیای شبکه میاد. تنها راه رسیدن بهش فقط مرجانه. مرجان باید زنده دستگیر بشه. میدونی آرزوم چی بود؟ رویام این بود که یه اتاق خالی باشه، هیچکی هم باید کاری نداشته باشه، موزیک و چای و سیگار. الان با آرزوم رسیدم، اتاق خالی از چای و سیگار، هیچکی هم با هم کاری نداره. ولی نمیدونم چرا حالم اینه. به نظر تو از نبودن موسیقی نیست؟ با سنتی سنتی رو با هم زدید و کیفه شدی؟ یعنی اگه عمل بنا بودم، حاضر بودم واسه زن و بچه‌م نون بازیمو بخورم و کار کنم، اگه گرسنه میموندم، بیکار میموندم، حاضر نبودم جایی کار کنم که رو سردرش قرار بود بنویسن زندون. میدونی الان داشتم به چی فکر میکردم؟
که حالا هنوز زنم بود. که چطور بشه؟ دستو بیار بالا. می اومد ملاقاتی. دستشو میذاره شو شیشه، منم دستمو میذاشتم اونجا. زول میزده اینه تو چشام. من گفتم عزیزم اینجا که زندان نیست. زندان چشای توه، زندان گوانتانامو‌ست نازنین. باباش مگه من و تو رفیق نیستیم؟ خب بگو ساقی تو این زندون کیه؟ منم از همون بگیرم حالمون این هم دیگه بشه. داداش دستمو ول کن. هی برگه طلاقو میدادم دستش، میگفتم برو رد کارت. بعد اون که نمیرفت، میگفت عزیزم کجا برم، کی بهتر از تو؟ بعد به بچه‌مو میگفت یه پدر با معرفت داشتی، یه پدر با مرام. حالا مهم نیست به بچه‌هاتون چی میگی. حاله فکر میکردم تو قلبت محکوم به حبس ابدم. جا خوردم وقتی زندانبان صدام زد هی یو آزادی. از زدی رد دادی. ببخشید اشتباه شد. مگه الان نباید تو توالت باشی؟ توالت برای چی؟ برای شستن مسترا. ما همین دیروز توالت ها رو شستیم. فعلا هر روز نوبتته تا جدید ورود بیاد. بله چشم. داداش حیف من ملاقاتی دارم، حالا هم از دیر اومدم متنفرم، اگر نجات میرفتم. سیبت هم دادم بابا. آسیب جدی که ندیده؟ نه خانوم، فقط چند تا خراش جزئیه. خیالتون راحت باشه. من دارم بهت پول میدم که حتی یه خراش جزئی هم بر نداره. اصلا کسی نباید جرأت کنه به اون نزدیک بشه. والا خانوم به این پیرمرد اینا که اهل دعوا باشه، چه برسه به این همه بزن بهادر بودن. تازه قبلش تو کتابخونه کلی با هم اختلاط کرده بودن. من حواسم بود ولی به فکر جنم نمیرسه که این یارو یهویی بزنه به سرش. گوش کن ببین چی میگم. حتی سایه خود مهندس هم میتونه دشمنش باشه. چشم ازش فر ندار. این بار اگه اتفاقی براش بیفته از چشم بیارزگی تو میبینم. چش خانوم، نفر شما ببخشی، حواسم هست. مواظبش باش، هر اتفاقی افتاد بهم خبر بده. جسارتا خانوم، مهندس متوجه شدن شما پشت این قضیه ای. میخواستم با اتون حرف بزنم. گوشه بهش بدم. خوبی؟ خوبم. شما خوبین؟ خوبم. چند تا خرش ساده است، نگران نباش. نیستم. سیاوش رفته به این ماجرا نداره. نباید پاشو میکشتی وسط. خودش اومد وسط. موی دماغ شده بود. تمام این مدت عقلم میگفت که پشت همه این کارا تویی. ولی دلم رضا نمیده. منم نه عقلم قبول میکرد مادرت بکشی. نه دلم. چرا منو مثل عمود نکشتی؟ دلم میخواست له شدن تو ببینم، نه مردن تو. تو به خاطر مونا، مونا به خاطر پول تو راضی به مرگ مادرم شده. حالا چی شد؟ نه تو مونا رو داری، نه مونا پول تو. این بیشتر از مردنت به هم کیف میده. میتونم یه خواهشی ازت بکنم؟ بگو. به مانا و بچهش کاری نشته باشه. خداحافظ.